سلام و درود خدمت تمام نازنینان و عزیزان که بیننده برنامه چینل افغان سریز هستن. انشالله خوب صحتمند باشین و حال هوای دلتان ما هم گرم و آفتابی باشه. دوستان عزیز میبینین که آسمان یک قسم خشم گرفته و خود ابرها جمع شده و باران هم دانه دانه میایه. البته باران هنوز تیز نشده که دانه دانه میایه. ما هستیم در نوت فاملی کابل، میخواییم بریم به طرف پروان دو و یک ولاگ از نوت فاملی الا پروان سه داشته باشیم. میریم به طرف پروان سه. پروان دو چاره بعدیست که در ویدیو جراغانه باز میداشته باشیم. خب دوستان عزیز، این سرک است که از تهیه مسکن میایم، میره به پروان دو و همونطور بالا و بالاتر حد با بالاخره بشار میرسه در افغانان کابل. و این طرف هم دیگه شما هتل های روسی رو میبینین که هتل های نهایت زیبا و مقبول که شام کانتیننتال هست و سه هتل دو طرف هست. رفتم برسیم نمایش رو میگم. البته خوبتر از نظر من این طرف که این چیزی خوش خالی است، همون طرف بریم که از نزدیک ببینیمشان. هتل شام کانتیننتال در نوت فاملی کابل. تالار قصر الماس هم میبینین که البته این هتل های هستن که در سابق بودن، تغییر شکل دادن یا شیپ خود تغییر دادن و تازه کاری کردن، رنویشن کردن دیگه و به اصطلاح انگلیسی و طرحشان طرح نو شد. اون طرف هم دوستان عزیز دکس کلچ فروشی و شرکت های اسیف و گل فروشی و زبو باخن هم میبینین. سرک نسبتا بزرگ است. این طرف هم دوستان عزیز قصر ارغوان رو ببینید، تالار قصر ارغوان یا نسبتا یک تالار بزرگ و زیبا هست. یک چیز دیگه دوستان عزیز که در اینجا بسیار نام داره و همگی که از ایران تیر شدن ایره شنیدن و بسیار جالب هم است، ایست که این ساختمان روبروی برنگ سبز که میبینید در اینجا که میرسه موتروانای کاستر بازم کلینرهایش هم سلام میکنه. هتل شکیب، هتل شکیب ما از وقتی میاد میگم اگه نه هتل شکیب دیدیم نه چیز دیگره. بس همه پرسان کردم گفت در اینجا سابق اگه هتل بود شکیب بود و بسیار هتل مشهور بود، مردم میامدن آن میخوردن، به خاطر از او بازی جرا هتل شکیب میگن. این هم جهان کانتیننتال است، یک هتل دیگه. طرف در جمن دوستان از این طرف چهار دانه هتل است، چهار دانه تالار عروسی است دیگه به حساب. و این طرف هم قسمی که شما میبینین تعداد موتورها زیاد است و خب دیگه این سرک از سرک های مهم کابل است که موتورها زیادتر تردد میکنند، شهر را به سرای شمالی وصل میکنند و به خاطر مردم از اینجا زیاد میرند. دوستان عزیز ما کم کم به پروان دو رسیده چهار راهی بعدی که میای پیشوی ما پروان دوم کابل است. خشم آسمان امروز نسبت در روزهای دیگه زیادتر است، زمین ها میبینن که تر است، باران هست و قدر به شدت بالا نی قسم که روزهای گذشته باریده بود و قسم نیست. این طرف هم مواد دیکور و موترهای بزرگ از موترهای مثل مازدا و دیگه موترها، این ویلکپ ها را که میبینین و پایپاک ها و تمام چیز با موترهای بزرگ است، موترهای باربری و قسم موترها دیگه.
از این پلازا را برج شدم اینجا مستقیما معلوم میشه. دوستان عزیز، یک هتل دیگه هم در این بخش موقعیت دارد به نام هتل تالار شهریار است. البته دوستان عزیز رو براتون بگویم که این که وقت جور شد دقیقا یک ماه یا دو ماه بعد همین وقتا بود که باز هتل ها تغییر شکل دادن شروع کردن، تغییر شکل که بعدا بیره تغییر نداد چون که او وقت هتل تازه بود دیگه. گفت که نو ما اونقدر مصرف کردیم در شال تغییر بود اونجا تا فعلا تغییرش نداده. البته این قابل ذکر است در وقتی که هتل ها نماهای شیشه ای داشتن این در بینش هم تاق بود و هتل بسیار زیبا بود، همیال هم زیبایی خاص خود داره و همچنان میبینید که چهار طرفش درخت ها کاشته و چقدر زیباست. همچنان بین سرک هم میبینید بین سرک هم همی هتل به این شکل کرده بین گلدان ها را گل مانده و درخت ها را شانده. هتل نام خدا زیبایی است. ماشکه کم دورتر بریم از نمای دور. این هتل از دوستان عزیز این هتل یا هتل است واقعا زیبا. این طرف هم سامانالات موتر است، چین و جک و تصمه سامانالات تخنیکی زیگه با وقت های استراری. اون طرف هم تایر فروچی هست. میبینین تصمه هست و جک هست و همون چیزای زنجیر هست. این مطالعه فکر کنم میخوای تایر خود تبدیل بکنم. جک سازی هاست که جک های موتره را جور میکنند. خوب بایی هم دوستان عزیز شهر راهی پروان سه اینجا برای پرنده ها دانه انداختیم دیگه، همینجا جمع می باشن و می خورن. این طرف دیگه دوستان عزیز پشت حوزه چهارم امنیت شهر کابل می شم، اونجایی که بردم گفته بودم مستری هست دیگه. این طرف مستری ها زیاد هستن اما دیگه بازه پشت حوزه چهار پس می بردم وعده داریم یک ویدیو از اونجا هم انشاءالله می داشته باشیم. تالار عروسی تاج لندن رو میبینین که یک تالار زیبا و نسبتا دیگه مقبول است و این طرف هم چهار راهی پروان سی. در بعض جاها دوستان عزیز اگر پروان دو گفته باشیم مرده ببخشین، خب پروان دو پروان سی دیگه قدرشی ندارن. باغ بالا و همچنان هتل انترکانتیننتال از همینجا معلوم میشه. باید براتون زوم بکنم ببینین باغ بالا و این طرف هم هتل انترکانتیننتال. یا دوستان عزیز از اون بیرون شویم. چهار راهی هم نسبتا بند است، ترافیک هم دست به عمل هستن که راه را صاف بکنن. متاسفانه یک گری خورده سرک بند شده تا که باز کنن اون طرف سرک و ترافیک دیگه بند کرده و این طرف هم بند است دیگه. ببینیم که چه وقت باز میشه. خب دوستان عزیز بریم اون طرف سرک. حال رابندی خواه است محترم تیره بیر نمیشن سرک گره خورده دیگه در این قسمت وسط تا که باز نشه دیگه نمیشه طرفی کام هم اوجه استاد هستن نیت نیستن دیگه بین کم کم سرک باز میشه.
میدونم آلمقالش هم کم ذره برامده میگه تو چرا پیش اومدی خوب میبینی که سرک بند است. خب دوستان عزیزی بود ویدیو از پروان کابل، انشالله در ویدیو بعدی پروان دوی کابل هم داشته باشیم. تا دیدار بعدی، الله متعال حافظ همه ایتون.